هیچ چیز نمیتواند ماندنی ها را ناماندنی کند. محمد مصدق نه در 30 سال بلکه در 1000 سال آینده نیست محمد مصدق خواهد بود و محمد مصدق خواهد ماند. به خاطر مبارزاتش، ستیزش، گستاخیش، گستاخی علیه امپریالیسم نفتی. به طوری که هموطنان عزیز ملاحظه فرمودند، دولت در راه محصول آرزوهای ملی در اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت مواجه با چه مشکلات و سرسختی ها و شرطخوار شکنی های حریف بود. روز 6 مهر 30 یعنی 4 روز بعد پس از دستوری که دولت برای اخراج کارشناسان انگلیسی داده بود، از امریکا اطلاع رسمی رسید که دولت انگلیس از اقدامات دولت ایران در راه اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده است. ولی دولت به این اصل اساسی توجه داشت که ملتی که میخواهد با شرف و افتخار زندگی کند و حقوق حقی خیش را به دست آورد، باید در برابر مشکلات ایستادگی نماید و از این تهدیدها بین و هراس به خود راه ندهد. این بود که با تأییدات الهی و پشتیبانی افکار عمومی تصمیم گرفتم تا وصول به هدف نهایی از پای ننشینم و بلافاصله برای جلو جوابگوی دولت انگلیس عازم شورای امنیت شدم و در 21 مهر ماه 30 در جلسه شورا دلایل دولت ایران را در رد صلاحیت شورای امنیت به تفصیل بیان نمودم. بریتانیای کبیر امروز بریتانیای صغیر شده است، اما در روزگار محمد مصدق هیچ کشوری در جهان محروم و محروق، در جهان سوم یعنی جهان پایمال شدنهای حق، حتی اندیشه مبارزه با او را به مخیله و فکر خود خطور نمیداد. وقتی که مصدق برخاست و حق ایران را در سازمان داوری لاه مطرح کرد، دنیا دچار لرزه شد. انگلیس، آمریکا، پیام‌های انگلیس آمریکا و زان پس همه مشکلاتی که کشورهای استعماری و کشورهای جهانخوار نفتی در سر راه محمد مصدق ایجاد کردند، تا اون نپاید، تا اون نباشد، تا استعمار کماکان بتواند شیران سری کند، علل خصوص شیر پیر بریتانیا. وقتی که در 3 تیر 31 از لاهه به تهران آمدیم، کشور عزیز را آشفته و اون را سهمی از تحریکات سخت عمال اجنبی بر ضد دولت یافتیم. این بود که در 26 تیر ماه 31 یعنی موقعی که قضات لاهه مشغول شوره در تیه رأی خود بودن، ناچار به کنارگیری از کار گشتم. ولی مردم دبیر ایران در ظرف 4 روز که از استعفای من گذشت، در تهران و شهرستان ها چنان احساساتی نشان دادند که منجر به قیام ملی 30 تیر گردید و این خدمتگزار بود افکار عمومی دوباره مسئولیت امور مملکتی را به عهده گرفتم و روز بعد رأی دیوان لاهه به حقانیت ملت ایران اعلام گردید و خوشبختانه در این مرحله هم حق و عدالت پیروز شد. ایران ایران.